בעזרת השם, פרשי נסוב, פרשי חנוכת הבית, אפתתאים משכן, עונה חודרוון, ודיגה מטלוי כמבינים דאר, פרשי נהפתה, בס מקונם, מחסוסן, אישה סוטה, در مورد خانمی که شوهرش بهش مشکوک میشه و این در واقع یک نوع فاصله میندازه بین زن و شوهر و فاصله میندازه بین خداوند و خانواده، چرا که ایش و ایشا زاخو شخینا بنهم، زن و شوهر موقعی که بینشون خداوند باشه شالوم باشه، خداوندم بینشون. به ذاتم امروز یه مقدار روی این بحث در مورد پاراشای سوتا با هم دیگه بحث میکنیم که ببینیم چطور میتونه یک کانسپت شک، تردید بخواد یک خانواده رو در واقع مورد حمله قرار بده، به حدی که خداوند حاضر میشه بیاد و از اسم خودش بگذره صرفا به خاطر این که بخواد یک صلح رو در خانواده بیاره. یعنی تا چه حد این موضوع برای خداوند مهمه که صلح برقرار باشه، حتی با این که نام خداوند هست به شالوم، در اون آب پاک میشه. در پاسخ میبینیم میگه و ایش ات کداشا و لویهیو، میگه هر کسی، هر هدیه پیشکشی برای کداشیم، برای مقدسات، برای به تمیق داشت داره، لویهیو برای کوهنیمه، ایش اشری تن لکوهن لویهیو، که هر کسی که میدهد اون رو به کوهن برای او خوب باشد. در گمارا در واقع یاد میگیره، میگه منظور یعنی چی لویهیو برای او باشد؟ لویهیه برای او باشد، چرا که میگه هر کسی که میاد به مقدسات، به کدوشیم، به میسوت و راه های مقدس چیزی رو هدیه میکنه، وقت میکنه، یا به اشخاص مقدس، به کاهنیم چیزی رو هدیه میده، در واقع تازه اون موقع میشه صاحبش، لویهیو، لویهیه، تازه مال خودش حساب میشه. پس تا مادامی که پیش ماست، در اختیار ماست، هدیه ایست از خداوند به ما. به معنی این که ما اون رو هدیه میدیم به بیت المقدس یا به خداوند یا به افرادی که در راه خداوند هستند، لویهیه، تازه اون موقع مال خودمون میشه. اما یه نکته که اینجا ربط داده میشه چیه؟ بحثی که بعد از این پاسخ میاد، و دبر هشم المشل مر، دا
مدبر الاهرام و مرت علیهم ایش ایش کتیسته ایشتو و معل با معل. صحبت کن به بنی اسرائیل و بگو به اونها هرگاه شخصی کتیسته ایشتو زنش رو دشمن میداره و معل و با معل، و میبینیم به خاطر چی دشمن میداره؟ به خاطر این که فکر میکنه بهش خیانت کرد. در راشی میگه مکتب لمال من هاینیان، پاسخ قبل از این ماجرا این تاپیک چیه؟ و ایش ات کداشاو لویهیو، که هر کسی مقدساتش چیزی که باید به تمیق باش بده به کهن میرسه. اما چرا این دوتا تاپیک رو پشت سر هم آورده؟ که راستشو بخواید ما میدونیم کسی که شوهری که همچین شکی رو میکنه، همچین احساسی رو داره نسبت به همسرش، نهایتاً رو باید بیاره پیش کهن، کهن وقت، و بش مایم معارریم، اون آبی که اسم هشم حسب شالوم در اون حل شده رو بش بده بخوره. راشی در گمارا مسخت براخود به ما یاد میده و راشی از مسخت براخود بر ما این چنین این پاسخ رو توضیح میده که ربط این دوتا موضوع اینه، باید به هر دلیلی پیش کهن بیای، اما اینکه به چه دلیلی پیش کهن بیای رو خودت تعیین میکنی. آیا میخوای پیش کهن بیای که اون صدقه، هدیه، پیشکشی، دونیشن خودتو به بیت المقدس و به کهن بدی، یا حسب شالوم زنتو، طرف زنشو بیاره پیش کهن که بخواد مچشو بگیره یا بخواد شکشو برطرف بکنه و شالوم بیت و یا ازدواجش رو تعیین بکنه. پس گمارا میگه چه بهتر که ما اون چویس اول رو، انتخاب اول رو داشته باشیم، نگذاریم کنیسا بشه پناهگاهمون، که فقط به کنیسا یا به کهن یا به خداوند برای رفع اشکالاتمون رو بیاریم. خداوند رو بکن تکیه گاهت، نه پناهگاهت. از خداوند، از کهن، از تورا، از میسوت، از دین و آیین تا اونجایی که میتونی برای بالا رفتن استفاده بکن، نه برای نیفتادن. این که فقط موقعی که اشکالی پیش میاد یاد خدا میای، یا کنیسا یا تورا، خداوند میگه میدونستم آخر بالاخره یه جوری از یه راهی به یه دلیلی آخر برمیگردی، ولی خب چه بهتر که از روی پیشرفت و خوبی و شادی و دست دلبازی می اومدی کنیسا، می اومدی به تعمیق داشت، می اومدی پیش کهن. پس یعنی ارتباط ما با خداوند خیلی مهمه که از روی رفع اشکال باشه یا از روی شکر نعمت باشه. خدای تنکیو، بهم دادی، میخوام برای خودت، در راه خودت، برای مؤمنین خودت، صدیکیم خودت، نمایندگان خودت خرج بکنم. میتونه کمک مالی باشه، کمک فکری باشه، کمک وقتی باشه، و هر دلیلی
میخوام از دیدگاه و رویه و برداشت مثبت به تو نزدیک بشم، نه صرفا از روی غم و اندوه و ترس و ناراحتی. پس یعنی دلیلی که ما به کنیسا میایم ارتباط ما رو با خداوند تعیین میکنه، که اون انگیزه و موتیویشن و دلیلی که براش اومدیم چیه. معمولا موقعی که بعضی آدم به بیمارستان میره انواع اقسام افراد رو میبینه که میان، یه دهی میان برای معاینه، برای چکاپ، یه دهی میان برای پرسیجر، برای اون درمان و جراحی که دارن، یه دهی هم میان نه از روی مریضی، سالمن، پس چرا میان اونجا؟ دانشجوان، میان اونجا یاد بگیرن. کنیسا رو فقط از روی دیدگاه منفی بهش نگاه نکنه. یکی از ربانی میگفت که چرا میبینیم نسل جوان با اون صورت با کنیسا، با دین، با آیین علاقه ای ندارن؟ چون به خاطر این که تنها موقعی که ما اونها رو آوردیم کنیسا، بچه ها رو، یا شب کیپور بود یا شب تعنیت تیشا باب بود، همیشه کنیسا رو به عنوان که اگر کسی فوت کرده به عنوان تعنیت جماعتی، اشک و گریه، استغاثه، از این لحاظ کنیسا رو بهشون یا دین و آیین رو معرفی کردیم. اگر کسی قدیشی داشته، اگر میخواستی یک کپری بکنه، خونی بریزه، چیزی ناراحتش میکرده، بچه ها رو با کنیسا یا با دین و آیین این چنین آشنا کردیم، معرفی کردیم. به همین دلیل تا غمی ندارن کاری به کنیسا و دین و آیین ندارن. و از طرف دیگه هم کنیسا رو درشون یک خاطرات غم و منفی پدید میاره، به همین دلیل نمیخوان زیاد بهش فکر بکنن، به خودشون شک میکنن، فکر میکنن اگر بخوان به دین و آیین و میسوت و تورا رو بیارن حتما باید یه چیزی آزارشون بده، ناراحتی، غمی، مشکلی حتما داشته باشن که بخوان انجام بدن. هیچ حالت شوق و علاقه ای که باروخ هشم چه فرصت، چه اپورتونیتی که میتونن با خداوند وقت بگذرونم، وقتی رو ملاقاتی داشته باشم و میسواتی رو و فرامینش رو انجام بدم، در کنارش باشم، در رکابش باشم، بندگیشو بکنم، هیچ اون هیجان و شوق رو ندارم، چون دلیل نمیبینن، چون خدا شکر مشکلی ندارم. پس داره تورا به ما یاد میده، میگه ارزش کهن، ارزش بیت مقدس، ارزش دین و آیین، ارزش میسوت رو فقط در رفع اشکالاتت خلاصه نکن، چون اینجا یه پرتگاهی داره و اون چیه؟ به محض این که اون مشکل حل شد یا مشکل رفع شد، دیگه ارتباط ما هم با تورا و میسوت کم میشه. مگه آدم تا چقدر میتونه دارو مصرف بکنه؟ تا موقعی که بیماریش برطرف بشه. آدم سالم که دارو نمیخوره که.
دین و آیین رو نکنیم دارو، که فقط در هنگام بیماری و مشکل احتیاجش داشته باشیم یا خودمون رو پای بندش بدونیم. تورا، میسود، چیزی که شاوود به ما یاد داد، طریقه زندگی ماست، لایف استایل. همونطور که همه رو دو پا را میرن، هیچ کسی چهار دست پا را نمیره، انسان دو پا معروفه. و تا حرف از چهار دست پا میشه یاد حیوان میفتیم. همینطورم میسود و تورا دارن طریقه زندگی، در خیم، طریقه زندگی رو دارن به ما یاد میدن. ما هیچ نوع حالت فیور و لطفی به دنیا و به تورا نمی کنیم اگر میسود رو انجام بدیم. هیچ کسی نمیاد بگه من این دفعه صبح دیگه با قاشق غذا خوردم، دیگه حالا نهار و شام حالا با دستم غذا بخورم دیگه ایز اوکی، دیگه صبح با قاشق غذا خوردم. به معنی که آدم یه طریقه رو یاد گرفت دیگه ادامه میده، نمیاد به خودش تخفیف بده یا منت سر کسی داشته باشه که دیگه الان من با قاشق صبحونه ما خوردم یا نهار ما خوردم دیگه شامم با دست بخورم ایز اوکی. پس موقعی تورا و میسود میتونه تو زندگی ما تأثیر بگذاره که ما تورا و میسود رو به عنوان در خیم، طریقه زندگی بهش نگاه بکنیم. ات حیم هی لمحزیکیم با، چیزی که شلمو هملق در میشله میگه، تورا درخت زندگی است برای اونهایی که لمحزیکیم با، که خودشون رو به اون متصل نگه داشتن. تا مادام پریز، دو شاخه توی پریز برق و انتقال میده، دستگاه و لامپ کار میکنه و روشنه. به معنی اینکه قطع کرد دیگه اون ارتباط رو، قطع کرد دستگاه خاموش میشه. میگه ات خاییم درخت زندگی است، تورا فقط به درد 120 سال ما علام حزه نمیخوره، اصل تورا برای علام حبای ماست، حیه نسخ ابدی. به همین دلیل ما شاوت رو بعد از پسخ داشتیم. چرا شاوت رو بعد از سکوت نداشتیم؟ چون به خاطر این که پسخ گئولا و آزادی جسمی ما رو به ما داد، تغییر مکان دادیم، از مصر بیرون اومدیم. اما شاوت گئولا و نجات روحی و نشامای ما رو به ما داد. و تورا داره به ما میگه هر دو تا گئولا، هر دو تا نجات رو تو زندگی احتیاج داری، نه فقط نجات جسمی، همینطور هم نجات روحی، گوف و نشاما. آیا میشه کسی که تو چاه افتاده فقط دستشو بکشیم بیرون پاش تو چاه باشه؟ هر دو، همه بدنشو باید بکشیم بیرون. خداوندم فقط نمیخواد جسم ما آزاد بشه، میخواد روح و نشامای ما هم آزاد بشه. و در واقع اصل آزادی، آزادی روحی و نشاماست، نه آزادی جسمی. خود خداوند از قبل اینو با ما طی کرد، شلح امی و یبدونی، گفت من میخوام قوم منو بفرستی، نه برای اینکه تفریح و تعطیلات داشته باشن، منو عبادت بکنن. شلح امی و یبدونی. پس یعنی خداوند میگه
از بندگی انسان به بندگی خداوند. به جایی که پولو بپرستی خداوند رو بپرست، به جایی که لذت منفی داشته باشی لذت مثبت داشته باش، به جایی که لذت ایسور داشته باشی لذت کاشر داشته باش. خداوند میاد به ما با آزادی جسمی آزادی روحی رو هدیه میده، اما اصل آزادی نشماست. پس ما هر موقع به یک اسارتی گالوتی برخوردیم، دلیلش فقط اسارت جسمی نیست، اسارت روحی و روحانی و نشامام هست. چون نشامامون اسیر شد اسارت جسمی پدید اومد، و اسارت جسمی پدید اومد که ما به فکر آزادی بیایم، که فقط به فکر جسم نباشیم، روحمون هم نجات بدیم. تمام گالوت مصر از همینجا شروع شد. ابنه اسرائیل و ایشترسو و یاسم و بیم اود مود انقدر در مصر زیاد شدن، اینوالف شدن، اون مال آها آرس اتام، که معنی سادش اینه که در تمام زمین پر شدن. اما میگه مال آها آرس اتام، زمین اونها رو پر کرد. تا این حد دیگه تورا و میسوت براشون کم ارزش شد، به فکر ساختمانسازی و بازسازی مصر شدن. شعور کلاس قبلا میرفتن، دیگه کم کم کات کردن، گفتن ما سرمون شلوغ شده، پول خوب در میاریم، فعلا باید به فکر آینده باشیم. آینده رو در این دنیا دیدن، نه در عالم حبا. فکر کردن که آینده جسمیه که باعث خوشبختیه براشون، نه آینده روحی در عالم حبا. مال آها آرس اتام، به محض این که در مصر اینوارف شدن و مصریت رو در زندگیشون راه دادن، دیدیم گالوت شروع شد. و یاکم مل خداش بعد از قحطی، اون قحطی داره یوسف بود، آف کورس. و یاکم مل خداش ولو یادت یوسف، یک پادشاهی برخاست که دیگه یوسف رو نمیشناخت. چرا؟ چون حخامیم توضیح میدن از ماست که بر ماست. چون خودمون در گالوت یوسف رو نشناختیم، پدرانمون دین و آیین و اعتقاد و هریتیج و میراثمون رو نشناختیم، اون موقع بود که ویاکم مل خداش، پادشاه جدید هم برخواست ولو یاد یوسف، گفت پس شما به عقیدتون پایبند نیستید، پس منم نیستم. برای اجدادتون احترام قائل نیستید، منم نیستم. ویاکم مل خداش ولو یاد یوسف رایت اوی. پس اینکه ماشاءالله اسرائیل چقدر پیشرفت کردن، تو دولت چقدر دست دارن، چقدر همه کمپانی ها صاحباشون اسرائیل هستن، همه اینها is a red flag، یک زنگ خطره. آیا به همون مقدار که با کمپانی و سیاست و بیزینس و دنیا اینوالو شدیم هنوز دین و آیینمون رو نگه داشتیم؟ آیا این مقاماتی که همه ما بهش دست پیدا کردیم در دنیا، آیا اون مقام اصلی و یهودیت ما رو از ما نگرفته؟ تهدید نکرده؟ در خطر ننداخته؟ آیا شما تا حالا دیدید کسی که به این مقامی برسه لست نیمشو یک باره عوض بکنه؟
اسم فامیلش عوض بکنه. دیگه توی شناسنامه اسم پدر مادر خودش رو عوض بکنه که چرا؟ آخه دیگه من تو این سمت بیام بگم هنوز فرزند پدر مادرم هستم، هنوز همون last name، همون اسم فامیلی رو دارم. کسی که با مقام موقت که به دست میاره مقام ابدیش رو از دست میده، متاسفانه اون نیست که داره به میراثش پشت میکنه، در واقع داره خودش رو از میراث خودش قطع میکنه. دیگه اسم اون تو اون خانواده ثبت نمیشه، چون لست نمیشه عوض کرد، پدر مادرش رو تغییر داد، دیگه خودش رو قطع کرد. پس میگه ات حیم هی، بله تورا ات حیمه، اما لمحزیکیم با برای اونایی که هنوز ادامه دار ارتباطشون رو با تورا حفظ کردن، به تمخیا و اونهایی که تورا رو اتفاقا پابرجا نگه میدارن، سپورت میکنن، این ات حیم، این درخت زندگی رو آبیاری میکنن که همچنان سرسبز و خرم باقی بمونه. معوشار اینا هستن که عاقبت به خیر خواهند بود، به تمخه ها معوشار. پس یا این که ما همش از تورا کمک میخوایم، یا این که ما میشیم کمک تورا. تمخه ها معوشار. بازم این در پاراشا میگه این آدرس بیت المقدس و آدرس کهن رو تو داشتی قبلا، ولی چرا گذاشتی؟ فقط برای مشکلاتت پیش کهن بیای، موقعی که دیگه به زنت مشکوک شدی، شالوم بیت تو از دست دادی، شروع کردی به اعصاب خورد کنی، چرا اون موقع؟ چرا موقعی که ایش ات کداشاو لو یهیو، که میتونستی با لبخند و شادی و مسرت و خوشحالی یه سبد از محصولات بیکوریم نوبرانه پیش کهن بیاری، اون موقع چرا اونجوری نخواستی بیاد؟ همون آدرسه، همون دره، اما میتونی برای دلیل دیگه بیای، دلیل شادتر و بهتر. پس چقدر مهمه که دین و آیین رو نکنیم مسکن خودمون. هر موقع به اشکال برخوردیم، قدرت تورا خیلی بیشتر از اوناست. اگر میخوایم نسل اندر نسل، دوره به دوره تورا ولو یاموش تورا از میپیخا و میپیز زرخا و میپیز زرخا زرخا، اگر میخوایم دوره به دوره تورا ادامه دار نسل اندر نسل در خانواده و نسل ما ادامه پیدا بکنه، تورا رو به عنوان مسکن، به عنوان last solution به بچه هامون، به خانواده معرفی نکنیم. اشکال داشتی یه صدقه بده، اشکال داشتی یه تفیلین بگذار. تورا رو به عنوان last solution معرفی نکنیم، تورا رو اتفاقا به عنوان ات حیم، در حیم، راه زندگی، روش زندگی معرفی بکنیم، که همونطور که با قاشق و چنگال غذا میخورن نه با دست، همینطور هم صبح بلند میشی اول باید تفیلاتو، شحریتتو، میسواتو، تفیلینتو به جا بیاری. همونطور که تو غذا خوردن احتیاج به بشقابه، نمیریزی تو دستت، مشت نمی کنی بخوری، همینطور هم احتیاج به هموتسی لحمین هارس، احتیاج به برکت امازونه، که تورا و میسوات شرایط
قوانین زندگی هستن که بدون اونها نمیتونه طرف ادامه بده. تا این حد خودشو محتاج به تورا و مسوات بدونه و تورا و مسوات رو مؤثر در زندگیش و حیاتی بدونه. و واقعا چقدر دلنشین موقعی که آدم نگاه میکنه به شعوریم تورا که ربانیم نشستن جماعت گروه به گروه نشستن دارن ازشون تورا گمارا یاد میگیرن، نه اینکه فقط وایسن گوشه در هر موقع ربای کلاسشو تموم کرد میبخشید یه سوالی داشتیم یه مشکلی داشتیم کمک میخواستیم، تو که اومدی آدرسه رو بلدی کنیسا بت میدراش بشون پای کلاس یه دقیقه ببین حالا تورا چی داره یاد میده. فهمیدیم به هر دلیل راه کنیسا رو مجددا پیدا کردیم. چرا فقط برای قدیش بیاییم نیم ساعت زودتر یک روب دیرتر هنوز تو کنیسا باشیم یه چیزی هم یاد بگیریم؟ دلیل و اون موتیوی که ما رو به کنیسا میاره رو یک ذره درجهشو بالاتر ببریم که برای چی من با خدا در تماسم، برای چی با تورا در تماسم. اون موقع است خداوند میگه نگاه کن تو با تورا از طریقه صحیح در تماس هستی، دیگه احتیاج به ریمایندر و یادآوری نیست که ما رو یادت نرا. یه جوری بالاخره به فارسی یه ضرب المثلی داره به انگلیسی هم داره، میگن آخر کار پوست به دباخونه میفته، انگلیسی هم داره یک ضرب المثلی، انگلیسی هم ضرب المثلی داره رو همین مورد. چرا وایسیم کار پوست به دباخونه بیفته روی احتیاج و دیگه ناامیدی به کنیسا رو بیاریم؟ تا هنوز ارتباطمون هست ارتباطمون رو حفظ بکنیم، تازه قوی تر بکنیم. فقط برای تفیلا می رفتیم، الان برای شعوریم برای کلاس هم کنیسا بریم. قبلا فقط برای شبات نوارخ می گفتیم، الان وسط هفته هم نوارخ بگیم. قبلا فقط تو کنیسا می رفتیم روسری سر می کردیم و سنیوت رعایت می کردیم، تو خیابون هم بکنیم، پیشرفتش بدیم، تازه بیشترش بکنیم. نخواهیم فقط برای روز مبادا دین و آیین و میسوت رو نگه داریم، چون بعض موقع امکان داره که دیر باشه. خودمونم هنوز تو کوچه تو پستو و کمدمون بریم از دین و آیین به عنوان یه دارویی گیر بیاریم از قبل قایم کردیم، ما شاید هنوز یه قدرتی در تورا ببینیم ولی not necessarily که بچه هامون ببینن. بچه ها میگن عمری ما کاری با تورا نداشتیم، حالا یه دفعه من برم سر تورا و با این خاتمه میدم. بعضی از پدر مادر موقعی که میان متاسفانه از همه جا رونده که چیکار کنیم، بچه مون تصمیم گرفته میخواد با گوییم ازدواج بکنه، موقعی که اون راب میگه میخوام با پسرتم صحبت کنم با دخترتم صحبت بکنم، موقعی که پدر مادره با بچه میان پدر مادر میگه با ربای بهش بگید دین اسرائیلی آسور، ما اسرائیلیم، تورا آسور کرده فلان، اون پسره اون دختره رو میکنه به اون ربای میگه ربای عمری ما تو خونه مثل گوی ما زندگی کردیم، نه دینی نه آینی، یه بار حالا که من میخوام برم ازدواج کنم اینا یادشون افتاد که ما اسرائیلیم؟ دقیقا همین حرف رو بچه به ربایه میزنه. پس تا حالا دین و آین کجا بود؟ تورا و یهودیت کجا بود؟ فقط تو ازدواجه؟ با غیر یهودی آسون؟
اما طریقه یهودی زندگی کردن اون کسر شأن فقط ازدواج یهودی داشته باشیم، یا بعضی ها دیگه پا فراتر میذارن که میخوام مطمئن باشن تو قبرستون یهودی خاک بشن، براشون کاملا زشته اگر تو قبرستون غیر یهودی. چیزی که بلعام گفت تا موت نفشی ایم یشاریم، چی؟ موت یشاریم، گفت میخوام من مرگ اشخاص پارسا رو داشته باشم. حخامیم سوال میکنن اجازه بده، فقط میخوام مردنت مثل صدیقین باشه، زنده بودنت نمیخوای، فقط موت یشاریم. به همین دلیل چقدر مهمه که پارشا داره به ما یاد میده کوهن رو به عنوان غریق نجات موقعی که دیگه داری دست پا میزنی توی آب صدا نکن. همین کوهن میتونه بهت شنا هم یاد بده، موقع از آب لذت میبری به جایی که از آب تنفر داشته باشی. هشم کمک کنید که به خود میتونیم تمام استفاده رو از این محبت و هدیه الهی که تورا میسود باشه خداوند به ما داده بکنیم و همیشه برای شادی ها، مسرت ها، موفقیت ها بزد شم با تورا در تماس باشیم. باروخ هشم لعالم و آمین.